بچه فصل هفتم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم راجع به احتمال و آماره، یعنی آمار و احتمال، ولی اولش احتمال رو گفته، بعد یه مقدار خیلی کمی هم از آمار میگیم بهتون. اینکه احتمال بعضیا میگن ادامه ترکیبیات، خیلی درست نیست. احتمال یه بحث جدایی از ترکیبیاته که ما از ابتدایی ترین و ساده ترین مفاهیم شروع میکنیم. شما سال گذشته هم یه چیزایی راجع به اینا خوندید، پس تعریفات جزئی رو خیلی سریع از کنارش رد میشیم. پدیده ها یا اتفاقات به طور کلی دو دستن، انواع پدیده ها، پدیده های قطعی و پدیده های تصادفی. پدیده های قطعی پدیده هایی هستند که نتیجه اون از قبل قابل پیش بینیه. مثلا میگم امروز فردا، از قبل میخوام بگم فردا روز پنجشنبه است، قطعا درسته دیگه، پس نمیخواد اصلا کار خاصی انجام بدم، نتیجهش درسته. و حتی میتونم بگم فردا جمعه است و کاملا معلومه که قطعی نادرسته چیزی که میگم. اما چیزی که ما روشون احتمال ها رو بررسی میکنیم راجع به پدیده های تصادفیه، پدیده هایی که ما تعداد کل حالت هاشو میدونیم، ولی اینکه چقدر اتفاق بیفته رو به طور قطع نمیتونیم بگیم چقدر ممکنه که اتفاق بیفته. پس پدیده ها رو ما پدیده های تصادفی رو مد نظرمون هست. و اما فضای نمونه تعریفی داره، مجموعه همه حالت های ممکن برای وقوع یک پدیده تصادفی رو فضای نمونه میگوییم و آن را با اس نمایش میدیم. پس مجموعه همه حالت‌های ممکن رو بهش میگن فضای نمونه، با اس نشون میدن. پیش آمد، هر زیر مجموعه از فضای نمونه اس رو یه پیش آمد میگیم. به عنوان مثال اگر فضای نمونمون سه تا عضو داشته باشه، یعنی NS یعنی تعداد اعضای فضای نمونه سه تا باشه، به چند طریق میتونیم پیش آمد براش تعریف کنیم؟ همه زیر مجموعه هاش 2 به توان 3، یعنی 8 تا پیش آمد میتونم براش تعریف بکنم توسط 3 تا عضو. درست شد؟ چرا؟ چون هر زیر مجموعه فضای نمونه یه پیش آمده. چند تا زیر مجموعه داره فضای نمونه که 3 عضوی باشه؟ 8 تا زیر مجموعه داره. بریم سراغ فضای نمونه این عبارت ها. بچه فضای نمونه دو تا حالت داره، یا به ما میگه فضای نمونه رو سوال میپرسه که تعیین کنید، یا به ما میگه که آقا فضای نمونه چند تا عضو داره. اینجا گفته تعیین کنید چیه؟ پرتاب یه سکه رو اگه با اس نشون بدم یا رو میاد یا پشت میاد. پس پرتاب یه سکه فضای نمونهش دو تا حالت داره که رو و پشت هستن. پرتاب دو سکه، اگه کارهایی که ما میخوایم تعیینشون کنیم تعدادشون زیاد شد، میتونم از نمودار درختی استفاده کنم. نمودار درختی، مگه دو تا سکه نمیخوایم پرتاب کنیم؟ میگم آقا بالا مینویسم سکه اول، پایین مینویسم سکه دوم. خوندید اینا رو قبلا. یه درخت اولش میذارم برای سکه اول، سکه اولم یا روه یا پشته. اگه سکه اولم رو شد، سکه دومم یا روه و یا پشته. اگه سکه دومم پشت شد، سکه اولم پشت شد، سکه دومم هم همین حالتو داره. اما اینا رو چطوری میتونم بنویسم تو مجموعه؟ هر کدوم از این شاخه هایی که اینجا دارید میبینید، یه حالت از فضای نمونه است. یعنی این یه حالته، اینم یه حالته، هر شاخه‌ای که اینجا داریم میبینیم. پس شاخه قهوه‌ای رنگ رو اینجوری نشون میدم، رو پشت مثلا، یا رو ویرگول پشت. سبز رنگ رو اینجوری نشون میدم جلوش رو، هر دوتا رو باشه. درست شد؟ اما اسش رو چطوری مینویسم اگه بخوام؟ خب این دوتا هم که معلومه دیگه، پشت رو و پشت پشت. هر کدوم از اینا یه حالته. اس رو بخوام براش بنویسم این شکلی مینویسم. اس ما اینجا هست، 4 تا حالت داره. هر چون دوتایی هر حالتمون، به صورت زوج مرتب مینویسم رو رو و رو پشت بعدی و پشت رو و پشت پشت. این میشه چی؟ فضای نمونه. فضای نمونه من 4 تا حالت داره برای پرتاب 2 تا سکه.
خب بعدیش گفته پرتاب یک تاس. بچه پرتاب یک تاس چند تا حالت داره؟ اصلا چون یه دونه است نیاز به نمودار درختی هم نیست. خیلی راحت، 1, 2, 3, 4, 5, 6 فضای نمونه پرتاب یک تاس 6 حالت داره. اگه تعدادش بیشتر بشه چی؟ یک سکه و یک تاس. چطوری میکشیم نمودار درختیشو؟ این برای سکه، این برای تاس. برای سکه دوتا حالت وجود داره، یا روه یا پشته. برای تاس 6 حالت وجود داره. 6 تا رو می نویسم، 1, 2, 3, 4, 5, 6 درست شد. اگه سکمون پشت بیاد چی؟ دوباره تاس 6 تا حالت داره، 1, 2, 3, 4, 5 و اینم 6. اینو بهش میگن نمودار درختی. اسش رو بخوام بنویسم چطوری می نویسم؟ حالا یه ذره طولانیه، رو 1، رو 2، رو می نویسم 3، حالا 3 نقطه، رو 6. تو ادامهش رو اینجا می نویسم، و پشت 1 و پشت 2 و 3 نقطه، پشت 6. درست شد. این هم میشه پرتاب یه سکه و تاس. کلن چند تا حالت داره؟ دقت کنید، اصل ضرب دوتا سکه حالت داشت، 6 تا تاس. 2 6 تا میشه 12 تا. جلوتر میگم جنسیت فرزندان یک خانواده با 3 فرزند، 3 تا فرزند داشته باشیم، میگم فرزند اول، فرزند دوم، اینم فرزند سوم. نمودار درختی رو براش رسم میکنم. نمودار درختیش چه شکلی میشه؟ برای فرزند اول چند تا حالت دارم؟ 2 تا حالت، یا پسره یا دختره. فرزند دوم هم همینطوری میشه، یا پسره یا دختره. اگه اولی پس دختر باشه، یا پسره یا دختره. هر کدوم از اینا تو فرزند بعدی دوباره 2 تا میشن، پسر دختر، پسر دختر. اگه دوتای اولی تکلیفشون معلوم شه، دوتای دومی هم حالتاش این شکلیه. درست شد. خب اینا رو چطوری میتونم نمایششون بدم به صورت اس اگه بخوام بنویسم؟ نگاه کنید، هر حال این بار چون 3 تا فرزنده، هر کدوم از حالت هامون 3 تایی میشه. با یه رنگ دیگه بخوام براتون نشون بدم، هر حال مثلا حالت اولم، شاخه اولم میشه پسر پسر پسر، بعدی میشه پسر پسر، بعدی دختر. پس می نویسم پسر پسر و پسر. حالت بعدی پسر و پسر اولو داریم، بعدی میشه دختر. حالت بعدی اینجا می نویسم پسر دختر پسر و الاخر. کلا میشه چند تا حالت؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تعدادشون 8 تا میشه و الاخر می نویسم. قسمت جی، انتخاب 2 نفر از بین 5 نفر رو چطوری میتونم فضای نمونه براش رسم بکنم و بکشم؟ فضای نمونه انتخاب 2 نفر از بین 5 نفر. خب این نفرات رو اسماشون رو اینجوری میذارم، مثلا نفر A اول، A B C D و ای، این 5 نفر باشن، اسم 5 نفر باشه. چطوری میتونم فضای نمونهشو بنویسم؟ اسش میشه یا A و B رو انتخاب بکنم، زوج مرتبی، چون 2 نفر میخوام انتخاب بکنم، 3 نفر بود 3 تایی مینوشتم. یا A و C رو انتخاب میکنم، یا A و D رو انتخاب میکنم، یا A و E رو انتخاب میکنم. دوباره ادامه داره، بعدیش میشه B و C، B و D، همین جوری B و E و الاخر. کلن 10 تا حالتش رو براش می نویسم. پس اینا رو چون قبلا خوندید دیگه خیلی بازش نمی کنم. کسی سوالی مشکلی از این قسمت داره بگه بچه ها. سوالی ندارید؟ آقای چهرازی چرا انقدر دیر اومدی؟ داری صدا رو؟
شایان صدا رو داری؟ یه مثبتی چیزی بذار بدونم هستی. صدا رو داری؟ شایان چهرازی صدا. خب فرنود صدا رو داره پس. خب شایان صدا رو شنیدی، یه مثبت بذار. بریم سراغ ادامه. مثالا رو میزنم، فرق پیشامد، فضای نمونه و غیره رو بدونید. گفته فقط پیشامد بنویسید، نگفته تو این سوالم تعداد حالتاشو محاسبه کنید. برای تعداد حالتها از ترکیبیات استفاده میکنیم بچه ها. در یک خانواده با سه فرزند مطلوب پیشامد داشتن دو پسر، پیشامد داشتن دو پسر رو A در نظر میگیرم. بالا توضیح دادیم براتون، بزن از این بر بنویسم. بالا براتون نمودار درختیشو کشیدم. داشتن دو پسر، اینو اسمشو A میذارم الفو، اینو B میذارم. A میشه چی؟ پیش آمده داشتن دقیقا دو تا پسر. دو تا پسر میشه اولی پسر باشه، دومی پسر باشه، سومی دختر باشه. اولی پسر، دومی پسر، دومی دختر، سومی پسر. اولی دختر، دومی و سومی پسر باشن. این میشه این پیش آمده A. پیش آمده B چی میگه؟ پیش آمده B میگه حداقل دوتا پسر داشته باشه. همینا هستن دیگه، چون اینا دوتا پسر، حداقل دوتا پسر یعنی هم دوتا پسر داشته باشه هم ستا. پس میشه پسر، دختر، پسر، دختر، پسر، پسر و در نهایت هر ستا هم پسر باشه. درست شد؟ پس این هم میشه پیش آمده B. خب پیش آمده بعدی، در کیسه ای، مثال بعدی، در کیسه ای سه مهره آبی و دو مهره قرمز وجود دارد. دو مهره به تصادف از کیسه خارج می‌کنیم. پیش آمده این که هر دو مهره هم رنگ باشند را بنویسید. گفته پیش آمدش را بنویسید. پس من دو تا مهره دارم، مهره اول، مهره دوم. نگفته احتمال حساب کن، تعداد حالاتش را حساب کن. گفته پیش آمدش را فقط بنویس. مهره اولمون یا آبیه یا قرمزه. مهره دوممونم اگه اولی آبی باشه یا آبیه یا قرمزه. بعدیش یا آبیه یا قرمزه، در صورتی که اولی قرمز باشه. این نمودار درختیش. حالا پیش آمدش رو چطوری می نویسیم؟ حالا پیش آمد رو مثلا با A نشون بدم چه شکلی می نویسم؟ هر دوتا گفته همرنگ باشه. کجا هر دوتا همرنگه؟ تو این دوتا حالت، یا هر دوتا آبی باشه یا هر دوتا قرمز باشه. پس آبی و آبی یه حالتشه، قرمز و قرمزم یه حالت دیگه‌شه. پس این میشه چی؟ این قسمت. خب اینجا سوال بعدی تد. بچه تا اینجا کسی سوالی نداره؟ صدا بده باز؟ آره، پس مشکل شما بوده. خیلی خوب، کسی سوالی نداره تا اینجا؟ بریم بعدی. مثال بعدی بچه ها، گفته تعداد اعضای فضای نمونه رو در هر یک از پدیده های زیر حساب کنید. اینجا دیگه تعداد اعضا فضای نمونه رو میخواد، کل حالت ها رو میخواد. میگه انتخاب دو نفر از هفت نفر. وقتی بحث انتخاب پیش میاد ما صحبت از ترکیبیات باید بکنیم، از ترکیبیات کمک میگیریم و تعدادش رو پیدا میکنیم. حالا بحث ما اینه که پی دو از هفت یا با یه رنگ دیگه بنویسم، یا سی یا انتخاب دو از هفت. هفت نفر بود دیگه، بله. چون وقتی میخوایم دو نفر رو همینجوری انتخاب کنیم و ترتیب برای ما مهم نیست، پس من ترتیب رو میذارمش کنار، میشه سی دو از هفت جوابمون. اما رابطهش چی بود؟ یادتون هست هفت فاکتوریل، دو فاکتوریل میاد تو مخرج، اختلافشون هم میاد این پایین. یا از یه فرمول میتونستیم استفاده کنیم، اونم براتون مینویسم که یادآوری بشه.
خب 7 فاکتوریل و تا 5 فاکتوریل بازش میکنم. 7 6 5 فاکتوریل کوچیکرم بازش میکنم، 2 در 1 ضرب در 5 فاکتوریل. این 5 فاکتوریل با این میره، این 2 با این میره، میشه 3 3 7 و 21. حالت اگه خاطرتون باشه گفتم یه جور دیگه هم میتونید حساب کنید، انتخاب 2 از 7 میشه n در n منهای 1 تقسیم به 2، خیلی راحت که میشه همون 21. لازم نیست کل فرمولو براش بنویسید. پرتاب 2 سکه و 1 تاس. بچه ها سکه اول، سکه دوم از چی میتونیم استفاده کنیم؟ سکه سوم. قرار همه رو دو تا سکه، سکه اول و سکه دوم و سکه سوم. سکه اول چند تا حالت داره؟ دو تا. سکه بعدی چند تا؟ دو تا. یه تاسه. اینا سکه سوم نداریم. تاس باید باشه. پس این میکنیمش چی؟ تاس. تاس چند تا حالت داره؟ 6 تا حالت. چرا بینشون ضربه؟ قرار همه رو با هم بندازیم، جدا جدا کار انجام نشده. پس میشه چند حالت؟ 24 حالت. پرتاب دو تا تاس، پرتاب دو تا تاس فضای نمونش چی میشه؟ اولی 6 حالت داره، تاس دومی هم 6 تا. چون با هم انجام میدیم اصل ضرب میشه، کلش میشه 36 حالت. کسی سوال نداره تا اینجا؟ کنار هم قرار گرفتن 3 حرف از 5 حرف متمایز. بچه ها 5 تا حرف متمایز داریم، قراره 3 تاش کنار هم قرار بگیره. آیا ترتیب اینجا مهمه یا مهم نیست؟ کاملا ترتیب مهمه. چرا مهمه؟ چون مثلا حرف A الف ب پ مثلا با ب پ الف فرق میکنه، جایگشتاشون متفاوته. پس میشه پی 3 از 5. پی 3 از 5 رو چکار میکردیم؟ 5 فاکتوریل میرفت صورت، اختلافشون میومد مخرج. 5 منهای 3 فاکتوریل. 5 فاکتوریل میشه بروی 2 فاکتوریل، میشه 5 4 3 2 فاکتوریل بروی 2 فاکتوریل. اینا با هم میرن میشه 60 حالت. از 60 حالت میتونم اینا رو کنار هم قرار بگیرم. پس چیزایی که تو ترکیبیات خوندیم خیلی خیلی تاثیرگذاره تو محاسبه احتمال. حالا جلوتر رابطه احتمالم بهتون خواهم گفت. کسی سوالی نداره تا اینجا؟ بچه ها صدا رو دارید؟ کسی مشکلی نداره؟ خیلی خب، آقای شیرودی همچنان مشکلی نیست، فقط شیرودی زنده است. بله معلومه. خب بریم بعدی. بچه پیشامدها و اعمال روی آنها گفتم براتون. ما میتونیم پیشامدها رو چون به صورت مجموعه ای می نویسیم، پس میتونیم بینشون اجتماع داشته باشیم، اشتراک داشته باشیم، تفاضل داشته باشیم و متممشون رو حساب بکنیم. اجتماع زمانی رخ میده که یا A رخ بده یا B یا هر دوشون. پس به معنی حداقل یکی هم همون هر جا گفتش حداقل یکی رخ بده یعنی اجتماع. اشتراکش یعنی اینکه هر دو پیش آمد رخ بده، هر دو پیش آمد رخ بده. تفاضل یعنی A رخ بده ولی B رخ نده. A پریم هم یعنی زمانیه که پیش آمد A رخ نده کلن. پس میشه SMN های A. بریم سراغ یه تعریف دیگه. پیشامدهای ناسازگار. بچه پیشامدهایی که اشتراکشون توهی باشه، هیچ اشتراکی نداشته باشن، بهشون میگیم این دوتا پیشامد ناسازگارند. مثال 5. در مورد دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس با دو تیم فوتبال سپاهان و سایپا در دو زمین جداگانه بازی میکنن. اگر A پیشامد بردن استقلال و B پیشامد بردن پرسپولیس باشد، در این صورت پیشامدهای زیر رو تشریحش کنید. بچه ها A اشتراکش با B یعنی چی؟ یعنی هم A ببره، هم استقلال برندشه، هم پرسپولیس. اجتماعشون یعنی حداقل یکیشون برندشه. چون اینا رو دیروز گفتم بهتون، یه مقدار سریعتر رد میشیم از کنارش. A پریم یعنی چی؟ یعنی استقلال برنده نشه. A پریم اشتراکش با B پریم یعنی چی؟ یعنی استقلال برنده نشه و پرسپولیس هم برنده نشه. A منهای B یعنی چی؟ یعنی استقلال برنده شه ولی پرسپولیس برنده نشه. و A اجتماعش با B پریم یعنی چی؟
A یعنی استقلال برنده شه، B پریم یعنی پرسپولیس برنده نشه، یعنی حداقل یکی از اینا باید رخ بده، یا استقلال برنده شه یا پرسپولیس برنده نشه یا هر دو همزمان اتفاق بیفتن. خب بچه ها کسی سوال نداره تا اینجا؟ بقیه بچه هم زنده شدن؟ خیلی خب، نه سرخوش هم مثل این که زنده است، فقط نگران چهرازی هم که اسمش هست و خودش نیست. خب بچه ها مثال 6، دو تاس با رنگ‌های سفید و مشکی رو پرتاب می‌کنیم. پیشامدهای خواسته شده رو بنویسید. پیشامد A چیه؟ هر دو تاس عددی فرد باشه. بچه ها قراره هر دو تاس عددی فرد باشه، پس A رو اینجا می‌نویسم. چیا عدد فردن؟ 1 و 1. به ترتیب هم می‌نویسم. 1 و 3. 1 و 5. دیگه عدد فرد. 3 و 1. 3 و 3. 3 و 5. فرد 5 و 1. 5 و 3. 5 و 5. چند تا حالت داریم؟ کلن 9 تا. خیلی خوب، بریم سراغ قسمت بعدی. پیشامد بعدی چی گفته؟ گفته پیشامد B مجموع دوتاس 5 بشه. دوتاس کی جمعشون میشه 5؟ محاسبه میکنیم. 1 و 4. 2 و 3. 5. 3 و 2. 4 و 1. به غیر از این حالت، حالت دیگه وجود نداره. و در نهایت پیشامد C گفته تاس سفید مضرب 3 باشه. سفید رو مثلا من اولی در نظر میگیرم، به جای سفید میگم تاس اولی مضرب 3 باشه. خب اولی مضرب 3 باشه میشه 3 و 1. بعدی 3 و 2. تا الی آخر دیگه نمینویسم همه رو. 3 و 6. درست شد؟ بعدی مضرب 3 6ه، اولی هم گفتیم سفید است. 6 و 1. 6 و 2. 3 نقطه. 6 و 6. این 12 حالت هم تاس سفید مضرب 3 هستش. سوال بعدی گفته ای منهای سی رو پیدا کنید. آقا ای منهای سی چی میشه؟ خب محاسبش میکنم. ای منهای سی، ای منهای سی یعنی اونایی که تو ای باشن و تو سی نباشن. چیا تو سیه؟ این تو سی هست، 3 و 3 هم هست، 3 و 5 هم هست، اولیه سفید اگه در نظر بگیریم. پس این ستا چی میشه؟ حذف میشه. پس میشه 1 و 1. بعدی میشه 1 و 3. اینجا مشکیه مضرب 3 شده. بعدی میشه 1 و 5. بعدی میشه 5 و 1 که اصلا مضرب 3 نداره. 5 و 3 مشکیه مضرب 3 و 5 و 5. و در نهایت گفته ای اشتراکش بابی. ای اشتراکش بابی رو هم اینجا می نویسم براتون جوابشو. ای اشتراکش با بی چی میشه؟ ای و بی چه اشتراکی دارن؟ هیچ اشتراکی با هم ندارن. چرا؟ چون اینا همشون فرده، اینا توشون زوج داره. پس A و B دو مجموعه دو پیش آمده ناسازگار هستن، چون اشتراکشون شد تهی. کسی سوالی نداره؟ سوالی نیست. خب بریم بعدی. فرنود هستی؟ صدا رو داری؟ در مورد این سوال هم که دیروز صحبت کردیم، آیا پیش آمده مجموع دوتاس 9 و هر دوتاس عددی زوج بیاین ناسازگارند، که گفتیم بله، هر دو زوج بیاد هیچ وقت جمعشون 9 نمیشه. پس اینم جوابش مثبت بود. خب بریم سراغ مثال 8. هر یک از اعداد طبیعی کوچکتر از 17 را روی یک کارت نوشته و کارتی را از بین آنها به تصادف انتخاب می‌کنیم. اگر A پیشامد دو رقمی بودن عدد روی کارت، می‌نویسم
دو رقمی بودن عدد روی کارت یعنی چی؟ یعنی 10 11 12 13 تا 17. و B پیشامد مضرب 4 بودن کارت باشه. چیا مضرب 4ن؟ 4 و 8 و 12 و 16 چون تا 17 عددمون. A پریم منهای B پریم رو حساب کنید. خب من اول A پریم رو حساب میکنم. A پریم میشه چی؟ A پریم میشه عدد 1 و 2 و 3، یعنی اونایی که تو کلش هست ولی تو A نیست. کلش 1 تا 17، 10 تا 17 تو A. A پریم میشه اونایی که نیستن توی این. و B پریم چی میشه؟ به همین ترتیب میشه مثلا 1 2 3، بعد 4 نیست، 5 6 7 8 نیست، 9 10 11 12 نیست، نباید باشه توش، 13 14 15 و 17، اینا میشن بی پریم. حالا ای پریم منهای بی پریم چی میشه؟ محاسبه میکنیم اونایی که توی این مجموعه A پریم باشن ولی توی این نباشن. طبیعتاً 1 2 3 خط میخوره، 4 میمونه، 5 6 7 خط میخوره از A پریم، ولی 8 میمونه. پس A پریم منهای B پریم میشه 4 و 8. خیلی خوب. کسی سوالی داره بچه ها بپرسه؟ خب فرمودم هست سوال. فرمود سوال نداری؟ سرخوش سوالی نیست. بریم بعدی. خب و اما اندازه‌گیری احتمال. ما حالا که با پیشامد آشنا شدیم میخوایم ببینیم احتمال رو چطوری میتونیم اندازه‌گیری کنیم. خوندید سال قبلی نو، اگر اس فضای نمونه باشه، A یه پیشامد دلخواه از اس باشه، A حتما زیر مجموعه اس هست. احتمال وقوع پیشامد A را با پی A نمایش میدیم و حاصلش هم برابر با N A، تعداد حالتهای مطلوب، به N S، اون حالتهایی که داخل پیشامدمون هست، به تعداد حالتهایی که داخل فضای نمونمون هست. یه نکته خیلی مهم، احتمال پیشامد A همیشه عددی بین 0 و 1، یعنی شما عدد منفی به دست آوردی و بزرگتر از 1 به دست آوردی حتما دچار اشتباه شدی. و احتمال کل هم پی اس هم برابر 1، یعنی فضای نمونه اگه قرار باشه پیشامدمون باشه، احتمال وقوعش 100% هستش. خب بریم سراغ چند تا مثال. سه سکه را پرتاب میکنیم، مطلوب است احتمال اینکه. بچه اگه اول باید NS رو حساب بکنیم. سه تا سکه رو پرتاب میکنیم، NS میخوام بگم چند میشه. سکه اول و سکه دوم و سکه سوم، درسته؟ سکه اول و سکه دوم و سکه سوم. چطوری محاسبه میکنیم؟ سکه اول دو حالت داره، دومی دو حالت داره، اینم دو حالت، کلا میشه 8 حالت. پس NS مون شد 8 حالت. حالا پی A رو میخوام حساب بکنم، الف رو A در نظر میگیرم، یه عددی یعنی NA بر روی NS رو باید حساب بکنم. خب NS مون که 8ه، حالا NA رو حساب میکنم. هر سه سکه پشت بیاد. بچه تو چند تا حالت امکان داره هر سه تا سکه اون پشت بیاد؟ فقط توی یه حالت، پشت پشت و پشت، یه حالت داره هر کدوم. حداقل دو سکه رو بیاد. حالا این رو اگه بی بگیرم، بالا حساب کردیم توی دختر و پسر، اینجا هم یه بار دیگه حساب میکنیم، گفته حداقل دو سکه رو بیاد. چند باید بشمریم حالتاشو؟ حالت اول اینه که رو، یعنی فقط دوتا رو بیاد، رو پشت، این حالت رو پشت، رو پشت، رو و یه حالت هم اینه که گفته حداقل هر سه تا چی باشه؟ رو باشه. یعنی 4 حالت امکان پذیره. پس میشه چی؟ پی بی میشه 4/8 یا همون 1/2. حد اکثر یک سکه پشت بیاد. بچه حد اکثر یک سکه پشت بیاد یعنی چی؟
یعنی یا یه سکه پشت بیاد یا اصلا سکه پشت نیاد. خب تو چند تا حالت یه سکه، من حالتاشو می نویسم، تو چند تا حالت یه سکه رو میاد؟ میشه رو، پشت، 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 رو، پشت، 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 رو. و چون گفته حد اکثر یه سکه، اینا یه سکه بود، حالا هیچ سکه هم میتونیم حساب بکنیم دیگه، پشت، پشت و پشت، درست شد؟ این هم میشه چهار حالت. پس پی اس سی هم میشه چی؟ چهار هشتم یا همون یک دوم. خیلی خوب بچه، سوالی نیست تا اینجا؟ سوالی نیست، بریم بعدی. بریم، صدا رو دارید بچه ها؟ خیلی خوب، بریم بعدی. خب احتمال بعدی، دو تا تاس رو پرتاب میکنیم، مطلوب است اینو A در نظر میگیریم، B و اینم C در نظر میگیریم. مطلوب است احتمال این که مجموع دو تاس 7 بشه. بچه ها اعدادی رو پیدا میکنم که بین 1 تا 6 جمعشون بشه 7. 1 و 6 برعکسش هم از 6 و 1. 2 و 5، 5 و 2. 3 و 4، 4 و 3. چند تا حالت شد؟ 6 تا حالت. پس پی ای میشه 6 به روی، وقتی دو تا تاس رو پرتاب میکنیم کلت فضای نمونمون چند تا حالت بود؟ 36 تا. 6 تا، این هم میشه 1 6. مجموع دو تاس حداقل 4 بشه. بچه پی بی، بچه وقتی میگه حداقل 4 بشه یعنی جمعشون 4 بشه، 5 بشه، 6 بشه، 7 بشه، تا 12. 6 و 6 میشه 12. تعداد حالاتش خیلی زیاده، من میام متممش رو حساب میکنم، یعنی بی پریمش رو حساب میکنم. بی پریم یعنی چی؟ یعنی جمع دوتاس کمتر از 4 بشه، حداقل 4 بشه یعنی کم کمش 4 بشه. وقتی متممش رو بخوام بگم یعنی باید کمتر از 4 بشه. چیا جمعشون کمتر از 4ه؟ 1 و 1، 1 و 2، 2 و 1. 3 تا حالت بیشتر نداریم. 2 و 2 میشه 4، 1 و 3 هم که میشه 4. پس 3 تا حالت برای بی پریم بیشتر نداریم. حالا بخوام بی پریم رو حساب بکنم، وقتی میشه کل حالتمون چند تا بود؟ پی بی میشه 36 منهای این 3 تایی که اینجا بود، میشه 33 حالت. درست شد؟ از متمم استفاده کردم، اصل متمم. پس البته پی بی ننویسم، پیش ان بی بنویسم. ان بی میشه 36 تا کلش بود، متممش 3 تا بود، 3 تا کم میکنم میشه 33 تا. حالا پی بی میشه چند؟ 33 به روی 36 که میشه چند؟ ساده میکنم دیگه، 11 12. مجموع اعداد رو شده بیشتر از 10 بشه، چیا جمعشون بیشتر از 10 میشه؟ NSC رو دارم حساب میکنم. چیا جمعشون بیشتر از 10 میشه؟ میشمارم، این راحته، مثل بالایی سخت نیست. بیشتر از 10 بشه یعنی اول 12 بشه 6 و 6، 11 بشه 6 و 5، 5 و 6 هم هست، این هم همین حالت رو پیدا میکنه. درسته؟ 3 تا حالت داریم که این اتفاق براش میفته. 4 و 6 میشه 10، بیشتر از 10 نیست. 5 و 5 هم میشه 10. پس NSC میشه 3 تا، پس PSC میشه 3 36 میشه 1 12. کسی سوالی داره بپرسه؟ سوالی ندارید بچه؟ خیر، بریم بعدی. در جعبه 5 مهره آبی و 4 مهره قرمز وجود داره. اگر از این جعبه 3 مهره خارج کنیم چقدر احتمال داره که الف هر 3 مهره آبی باشه؟ بچه کم کم میتونیم ترکیبیات رو هم تو احتمال قاطیش کنیم. 3 5 مهره آبی و 4 مهره قرمز
کل حالتمون چقدر میشه NS؟ چند تا مهره داریم کلن؟ 9 تا مهره داریم. میخوایم 3 تا رو خارج کنیم. آیا ترتیب مهمه برامون؟ گفته نه، همینجوری ور میداریم 3 تا مهره رو. پس میشه 3 از 9. برشون میداریم 3 تا رو. 3 از 9. احتمال پیش آمد N A رو میخوایم. پیش آمد اولیه. اسمشو میذارم A. N A. هر سه مهره قراره آبی باشه، یعنی هر ستایی که میخوام وردارم باید از مهره های آبی باشه، یعنی انتخاب 3 از 5. چرا انتخاب؟ چون ترتیب برامون مهم نیست. خب چطوری حساب میکنم حالا اینو؟ پی ای میشه چند؟ پی ای میشه 3 از 5 به روی 3 از 9. خب هر کدوم رو محاسبه میکنم دیگه، 3 از 9 رو کنار محاسبه میکنم. یادتونه 3 از 9 رابطه چی بود؟ 9 ضرب در 8. اشتباه کردم، 3 تا ازش کم میکنم چون 3 هستش. 9 ضرب در 8 ضرب در 7 به روی چی؟ به روی 6. به خاطر استفاکتور توی فرمولایی که بود بهتون گفتم چرا. ساده میشه، میشه 2، این میشه 3، میشه 1، این میشه 4. 4 × 28 تا 28 ضرب در 3 میشه چند؟ 24 تا 6 84. پس مخرجمون میشه 84. و اما 3 از 5 یعنی چی؟ یعنی 5 ضرب در 4 ضرب در 3 کن، تقسیم به 6 کن. این با این میره میشه 3، با این میره میشه 2، میشه 10. 3 از 5 هم میشه 10. پس 10 ضرب در 84 احتمال داره که هر سه تا مهرمون چی باشه؟ آبی باشه. قسمت بعدی، هر سه مهره هم رنگ باشه. سوال خیلی مهمیه بچه ها. هر سه تا مهره چی باشه؟ هم رنگ باشه. دو تا حالت پیش میاد اگه خوب دقت کنید. یا هر سه مهره آبیه، یا سه مهره آبی داریم، یا این وسط می نویسم 3 مهره قرمز، برای اینکه هر سه تا چی باشن؟ هم رنگ باشن. این یایی که آورده اینجا به چه مفهومه؟ به مفهوم به اضافه است. 3 تا مهره آبی باشه یعنی چی؟ 3 از 5. 3 تا مهره قرمز باشه یعنی چی؟ 3 از 4. تعداد حالتاشو با هم جمع می کنم. این تعداد حالت پیش آمده مطلوبمونه. جمع میکنم، 3 از 5 رو حساب کردم شد 10، 3 از 4 هم میشه 4، میشه 14 تا حالت کلشه. پس احتمالش میشه چند؟ میام بالاتر اینجا بنویسم. پس پی بی میشه چی؟ 14 ضرب در 84. اینم بی میگیرم، اینم سی میگیرم. خب مثال بعدی، و اما مثال قسمت بعدی، گفته دقیقاً 2 مهره هم رنگ باشه. دقیقاً 2 مهره هم رنگ باشه، پس 2 مهره آبی، به این به زبان فارسی برای خودت بنویس خیلی ساده، 2 مهره آبی و 1 مهره قرمز. درست شد؟ یا البته یا بنویسم اینجا بعد تبدیلش کنم به جمع، یا 2 مهره قرمز 1 مهره آبی. 1 مهره آبی همین رو تبدیل میکنم به حالت ریاضیش. یا چی بود؟ نمادش جمع بود. این وعه نمادش ضربه، اینم وعه طبق اصل ضرب ضربه. حالا اعداد رو براش جایگذاری میکنم. 2 تا آبی باشه یعنی 2 از 5. 1 دونه قرمز 1 از 4. 2 مهره قرمز 2 از 4. 1 مهره آبی 1 از 2. بچه ها محاسبه میکنیم اینا رو. 2 از 5 میشه چند؟ میشه 10. قبلا محاسبهش انجام دادیم، یعنی 5 ضرب در 1 دونه کمترش تقسیم به 2 میشه 10. ضرب در 1 از 4 هم که میشه 4. 1 از هر چیزی تو انتخاب میشه خودش، میشه n. 2 از 4 یعنی 4 ضرب در 3 تقسیم به 2 میشه 6.
یک از دو هم که میشه دو. حاصل حساب میکنیم 40 به اضافه 12 میشه 52. پس احتمال سی میشه چی؟ 52 به روی 84. عدد مخرجمون 84 بود دیگه. بله. کسی سوالی نداره؟ بچه سوالی نیست؟ نه. بقیه هستن یا نه؟ انشالله که هستن. خیلی خوب بچه، دو تا نکته بسیار بسیار مهم. اگر A و B دو تا پیش آمد باشن، داریم P A اجتماعش با B برابر است با P A به اضافه P B منهای اشتراکشون. چرا این اتفاق میفته؟ مثلا اگه این A باشه این B باشه، اشتراک اینا، من اگه بخوام اجتماع بگیرم، اشتراکشون دو بار تو احتمال محاسبه میشه. پس یکی از اشتراک‌ها رو چیکار میکنم؟ کم میکنم. یعنی اگه کل پی بی رو با پی ای جمع بکنم، هم این با پی ای حساب میشه هم با پی بی. پس یه دونه احتمال، یه دونه اشتراک کم میکنم که اون توازنه چی بشه؟ برقرار بشه برای اجتماع. و در نهایت نکته مهم دیگه، احتمال وقوع پیش آمده ای برابر است با یک منهای احتمال وقوع متممش. از اینا خیلی تو حل مسائل احتمال کمک خواهیم گرفت. مثال 12، اگر پی بی باشه 2/3 و پی ای پریم باشه 2/5 و پی اشتراکشون باشه 2/5 مجددن، احتمال است مطلوب است محاسبه پی ای اجتماعش با بی. بچه ای اجتماعش با بی میشه، الان رابطه شو نوشتیم، پی ای اولی به اضافه احتمال دومی منهای احتمال اشتراکشون. خب بچه، احتمال اولی چنده؟ حالا پی بی رو دارم 2/3، خودش داده سر راست، منهای اشتراکشون رو داده 2/5، اما پی ای رو مستقیما نداده، ای پریم رو داده. پس برای پی ای میتونم از قانون نکته دوم استفاده کنم، یک منهای 2/5 میشه پی ای، یعنی پی ای میشه یک منهای پی ای پریم. درست شد؟ پی ای پریم چنده؟ 2/5. منها میکنم میشه 3/5. پس پی ای میشه 3/5. اینم که مساوی. خب 3/5 به اضافه 2/5. خب 3/5 اول منهای 2/5 میکنم میشه 1/5. حالا باز 2/3 جمعش میکنم، مخرج مشترک 15 10 13/15 جواب آخرش هست. خیلی بریم سراغ مثال 13. مثال بعدی، احتمال اینکه شخصی در ریاضی قبول شود 55% و در شیمی 60%، یعنی احتمال اینکه تو شیمی هم قبول شه 60%، احتمال اینکه حداقل در یکی از دروس قبول شه 75%. اگه تو ریاضی قبول شدن رو A بگیرم، تو شیمی قبول شدن رو B بگیرم، حداقل تو یکی از دروس میشه A اجتماعش با B. حداقل یعنی یا اینو قبول شه یا اونو یا جفتش. مطلوب است احتمال اینکه در هر دو درس قبول شه. رابطه رو یه بار دیگه مینویسم، اشتراک رو میخواد دیگه، هر دو درس، یعنی پی A پی B منهای پی اشتراکشون. اجتماع رو داده 75%، 75%، 75/100 می نویسم. پی ای رو به من داده 55%، 55/100 می نویسم. بی ام که داده 60%، منهای اشتراکشون رو میخواد، ای اشتراکش با بی رو میخواد. یه جا به جای این دوتا رو جمع کن، اینو ببر اونور، اونو بیار اینور. پی ای اشتراکش با بی میشه جمع این دوتا 115، یعنی 1/15. حالا 115 رو منهای 75 کنیم میشه 40%. جابجا کنید و به دست بیارید. پس احتمال اینکه تو هر دو درس قبول شه 40% هستش.
کسی سوالی نداره بچه تا اینجا؟ خیلی خب، رضوانی هم که هست. خب بریم سراغ بعدی بچه ها. مثال بعدی، مثال 14. آها خیلی خب، بریم سراغ قسمت بعدی، علم آمار. مطلب بعدی که داریم راجع به علم آماره. بچه ها براتون نمونه سال از قسمت قبلی میذارم، اون نمونه سال رو حل کنید. فعلا بریم سراغ علم آمار تا فرصت داریم که اینا بحثشو جمع بکنیم. این قسمت بیشتر مفاهیمش حفظ کردنی و خوندنیه و مطالعش خیلی با اعداد و اینا سر و کار نداره، احتمالا براتون خیلی راحت باشه. آمار مجموعه‌ای از اعداد، ارقام و اطلاعات رو بهش میگن آمار. اما علم آمار چیه؟ مجموعه روش‌هایی که شامل جمع‌آوری اعداد، سازماندهی و نمایش آنها، تحلیل و تفسیر داده‌ها و در نهایت نتیجه‌گیری قضاوت و پیش‌بینی در مورد پدیده هاست. منظورمون از اندازه‌گیری چیه؟ علمیه برای به دست آوردن اطلاعات عددی با یک وسیله یا روشی خاص. اندازه‌گیری اولین قدم در رسیدن به اطلاعات عددیه. پس ما باید روش‌های برای اندازه‌گیری هم بلد باشیم. یه تعریف دیگه داریم، جامعه آماری. بچه جامعه آماری به چی میگن؟ مجموعه ای از افراد، اشیا که میخواهیم موضوع یا موضوعاتی را درباره اعضای آن مطالعه کنیم. یعنی هر چیزی که میخوای راجع بهش مطالعه بکنی، همه افراد یا اعضای اون جامعه رو بهش میگن جامعه آماری. اندازه یا حجم جامعه یعنی چی؟ تعداد اعضای جامعه رو بهش میگیم اندازه یا حجمش. نمونه یعنی چی؟ زیر مجموعه از جامعه آماری که بیان کننده تمام ویژگی اصلی جامعه باشد رو نمونه میگوییم. البته نمونه اگه این جامعه آماریمون باشه، این جامعه باشه، نمونمون یه زیر مجموعه ازشه. اما نمونه این شکلی نیست که تمام ویژگی هاشو داشته باشه. اگر تمام ویژگی هاشو داشته باشه نمونه مناسبیه. هر زیر مجموعه میتونه یه نمونه باشه، ولی اگه هرچی ویژگی های بیشتری از جامعه رو داشته باشه، اون نمونه بهتر هست و کاربردش بیشتره. خب اندازه یا حجم نمونه پس چی میشه؟ تعداد اعضای نمونه رو بهش میگیم اندازه یا حجم نمونه. سرشماری یعنی چی؟ اگه ما بخوایم همه اعضای جامعه رو یکی یکی مطالعه کنیم بهش میگن سرشماری. مهمترین سرشماری که شما دیدید هر 10 سال یه بار داره تو کشور ما انجام میشه، سرشماری نفوس و مسکن. یعنی یکی یکی میان پرسشنامه میدن به خانواده ها، اطلاعات ازشون میگیرن برای اینکه حالا یه کارهایی سازماندهی بکنن، کشور رو بدونن جمعیت چقدر امکانات لازمه و و و غیره. اما سرشماری یه سری معایبی داره. معایبش چیه؟ همه اعضاش تو در دسترس نیست. یعنی آمارگیر، اونی کسی که آمارگیری میکنه، میره دم در خونه میبینه که کسی نیست. چند بار باید این اتفاق بیفته تا همه رو به دست بیاره و آمارشون رو بگیره. وقت گیر بودن، 80 میلیون نفر رو بخوای یکی یکی آمارشون رو بگیری بسیار وقت گیره و همینطور گران تموم میشه. یعنی همه هزینه ها باعث هزینه های بسیار بسیار زیادی براش داره. یه نکته، اگه جامعه کوچک باشد مطالعه از طریق سرشماری صورت میگیره، اما اگه جامعه بزرگ باشه مثل کشور ما که بخوایم نفوس و مسکنش رو ببینیم چقدره، مطالعه باید از طریق نمونه گیری صورت بگیره. البته اگه بخوایم نفوس و مسکن رو مجبوریم هر 10 سال انجام بدیم، ولی برای کارهای کوچیکتر که بخوایم انجام بدیم میتونیم یه نمونه ازش انتخاب کنیم. نمونه رو چطوری انتخاب میکنن؟ یه زیر مجموعه ازش، حالا طبق روش‌های خاصی انتخاب میکنن. داده یعنی چی؟ نتایج حاصل از اندازه‌گیری یا بررسی نمونه رو داده میگیم. عضو جامعه یا عنصر جامعه به چی میگن؟ عضو یا هر یک از اعضای جامعه رو یه عضو یا عنصر بهش میگیم تو جامعه. بعدن اینا رو هر کدوم رو دوباره مطالعه کنید. من چند تا مثال براتون آوردم که تعیین کنیم که آقا جامعه چیه و نمونه چیه. گفته تو هر یک از جوامع زیر جامعه و نمونه رو تعیین کنید. میخوایم وزن دانش آموزان مدرسه مهر اول رو تعیین بکنیم. بچه جامعهمون مدرسه مهر اوله.
نمونمون چی میتونه باشه؟ یعنی یه نمونه ازش انتخاب بکنیم. مثلا نمونمون یک کلاس از دهم، یک کلاس از یازدهم و یک کلاس از دوازدهم. کلاس از دهم، یک کلاس از یازدهم و یک کلاس دوازدهم میتونه نمونه باشه. بعد همه رو میانگینش رو حساب میکنیم، میگیم مثلا دهم ها اینقدر، یازدهم ها اینقدر و دوازدهم ها اینقدر وزن دارن. تعیین میزان تحصیلات اولیای دانش آموزان شهر کرج. همه اش اعضای شهر کرج رو میخوام ببینیم میزان تحصیلاتشون چقدره. پس جامعهمون چی میشه؟ میشه کل اولیای دانش آموزان کرج، این میشه جامعه. اما نمونمون چی میتونه باشه؟ مثلا میتونید از هر منطقه ای تو شهر کرج، 4 منطقه داره، از هر منطقه ای 2 مدرسه انتخاب بکنید آزمایشی و رو اونا انجام بدید. تعیین ساعت‌های انتظار بیماران برای یک پزشک خاص. خب جامعهمون چی میشه؟ جامعهمون چی میتونه باشه؟ همه اون بیمارانی که مراجعه میکنن به این پزشک خاص. نمونه چی میتونه باشه؟ مثلا ما میتونیم یه قسمتی از اونا، اونایی که مثلا نمیدونم روز شنبه و دوشنبه مراجعه کردن رو، یا تو یه هفته پشت سر هم مراجعه کردن رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم. دستمون برای نمونه بازه، هر چی نمونه شبیه جامعهمون باشه بهتره. من نمیتونم مثلا توی یک سال بیام همه بیمارا رو چک کنم. میتونم مثلا 10 از بیماراشو چک کنم، 20 از بیماراشو انتخاب کنم، یا بیمارایی که تو یه روز میان رو انتخاب بکنم که کمتر بشه. تعیین میزان استفاده از شبکه مجازی خاص در شبانه روز بین دانش آموزان شهر کرج. خب دانش آموزان شهر کرج میشه چی؟ جامعهمون. نمونهمون چیه؟ میتونیم باز از هر منطقه 2 مدرسه انتخاب کنیم و از هر مدرسه 2 کلاس انتخاب کنیم که تعدادم خیلی زیاد نباشه، بعد تعیین کنیم. پس این مفهوم جامعه و نمونه هستش که خیلی مفهوم سختی نیست. بریم سراغ متغیر و انواع آن. بچه ها متغیر به چی میگن؟ ویژگی از اعضای جامعه است که مطالعه و بررسی میشه و معمولاً از یه عضو به عضو دیگه تغییر میکنه. شما مثلا میخوای یه ویژگی رو بررسی بکنی، مثلا میخوای در مورد وزن دانش آموزای مهر اول بررسیشون بکنی و اون متغیر ما وزن دانش آموزاست. وزن رو بهش میگم متغیر. اون چیزی که شما داری روش تحقیق میخوای انجام بدی، میخوای پژوهش کنی یا مطالعهش کنی، اون میشه چی؟ متغیر. یعنی از یه عضو به یه عضو دیگه داره تغییر میکنه، ممکنه تغییر کنه. مثلا میخوای ببینی جنسیت اونایی که وارد دانشگاه میشن از شهر کرج چیه، جنسیت میشه متغیر، چون داری اینو مورد مطالعه قرار میدی. قد دانش آموزا میشه متغیر. پس چیزایی که مینویسن میتونه وزن باشه اگه بخوایم چک کنیم، قد باشه، جنسیت باشه، میزان تحصیلات، اینا همشون چی هن؟ متغیر. یعنی اون چیزی که من میخوام در موردش چیکار کنم، مورد مطالعه قرار بدم در مورد اون اعضای جامعه. اما متغیرها دو نوعن، متغیر کمی و متغیر کیفی. متغیر کمی هم خودش دو نوعه، متغیر کمی پیوسته داریم، کمی گسسته داریم که در ادامه میگم یعنی چی، کیفی ترتیبی داریم، کیفی اسمی داریم، حالا بهتون میگم کمی یعنی چی. متغیر کمی، متغیرایی که قابل اندازه‌گیری باشن رو بهش میگن کمی، یعنی ما بتونیم بهشون عدد بدیم. متغیر کیفی متغیری‌هایی هستن که قابل اندازه‌گیری نیستن. شاید بعضی موقع بتونی بهش عدد هم بدی، مثلا میگی میوه درجه 1. این درجه 1 بودنه، اون 1 به معنی عدد نیست، یعنی کیفیت خوبی داره. درست شد؟ میوه درجه 2 یعنی اینکه درجه 1 با درجه 2 چقدر اختلاف داره، نمیگیم دومنهای 1 یه واحد اختلاف داره، فقط درجه میوه ها رو درجه بندی کرده و این جزء کیفی ها قرار میگیره، قابل اندازه گیری نیستن. حالا متغیر کمی پیوسته یعنی چی؟ متغیر کمی که اگه 2 مقدار براش در نظر بگیریم، تمام مقدارهای بین اون رو بتونه بگیره، مثل قد و وزن افراد. مثلا شما میگی یه نفر تو کلاستون 160 قدش، یکی 161 سانتی متره.
هر عدد دیگه هم بین 160 و 161 ما میتونیم تو زمینه قد انتخاب بکنیم. درست شد؟ پس این میشه چی؟ پیوسته. هر عددی مثلا قد یکی ممکنه 160 ممیز 0.2 باشه. هر عدد دیگه 160 ممیز 2000 باشه. میتونه باشه. اما یه زمانی از شما میگید دانش آموزای کلاس ما چند نفره؟ اگه مثلا دانش آموزای کلاس شما با یه کلاس دیگر رو مقایسه کنیم، کلاس شما مثلا 24 باشه، کلاس دیگه 25 نفر باشه، شما هیچ وقت نمیتونی بگی که دانش آموزای کلاس ما بین این دوتا هم میتونه باشه. یا اصلا خود کلاس شما رو میخوایم بررسی کنیم، یا یکی میگه 24 نفر، یکی میگه 25 نفر، اما میتونه عددی بین 24 رو، یعنی بگیم 24 و نیم نفر دانش آموز داره. پس تعداد همیشه چیه؟ پیوسته نیست، اما چیزایی مثل قد و وزن و غیره پیوستن. هر دو عدد بگیریم بینش هم بتونیم بگیریم. متغیر گسسته چی میشه؟ اینا میشه گسسته. هر جا صحبت از تعداد بشه یعنی گسسته است. تعداد آدم ها، تعداد کتاب ها نصفه توشون برای عددشون وجود نداره. اما متغیر کیفی ترتیبی یعنی چی؟ متغیر کیفی که در آن نوعی ترتیب وجود داره، یعنی شو کیفیت هست ولی ترتیب هم داره، مثل مراحل رشد یک کودک، مثل میزان تحصیلات افراد. میزان تحصیلات افراد کیفیت تحصیلشون رو میگه ولی ترتیب هم براش هست، مثلا دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و غیره. مراحل رشد مثلا نوزادی، کودکی، نمیدونم و و و بالاتر، نوجوانی، جوانی، غیره. متغیر کیفی اسمی یعنی چی؟ متغیری که تو اون هیچ ترتیب خاصی وجود نداره، مثل گروه خونی آدم ها، مثل رنگ پوستشون، بهش میگن متغیر کیفی اسمی. کسی بچه سوال داره؟ به آقای آریان عزیز هستی آریان همچنان؟ خب، کسی سوالی داره؟ خب حالت خوبه؟ چرا انقدر دیر اومدی آریان؟ بچه سوال دارید از مطالبی که گفتم بهتون در مورد آمار یا نه؟ بیرون بودی؟ بیرون از برنامه بودی یا بیرون از منزل بودی؟ سوال نداری؟ سریع اومدی. تو بی نظیری، تو بی نظیری. رزوانی هم که سوال نداره، خیلی خوبه، شما حرف ندارید. آقا مثال دیگر، مثال آخر هم بگیم و بریم. بچه ها نوع هر یک از متغیرهای زیر را مشخص کنید. من اینا بذارید ازتون سوال بپرسم، حالا که میگید چقدر متوجه شدید. آریان نامور بذار بگو ببینم سن افراد متغیر چه نوع متغیریه؟ بگید ببینم سن آدما چه نوع متغیریه؟ متغیر کمی اولا یا کیفی مشخص کنید؟ کمی. آپتین تو کجا اومدی؟ آفرین رضوانی، کمی. حالا کمی پیوسته است یا گسسته است؟ باریکلا نامور، گسسته است یا پیوسته است به نظرتون؟ پیوسته است. بله بچه ها، متغیر کمی پیوسته است. البته کمی پیوسته بودنش به خاطر اینه که من میتونم بگم مثلا شخصی 24 سال سن داره و مثلا 2 ماه، 24 و 3 ماه، 24 سال و 2 ماه و 1 روز. به خاطر اینکه همینجوری میتونم ریز ریزش کنم، هر عددی بینشون بگیرم، میشه کمی پیوسته. اما اگه گفته بود سن افراد رو بر حسب سال بگید، دیگه میشد کمی گسسته، یعنی 24 سال 25 سال بینشون دیگه سالی وجود نداره. پس کمی پیوسته. تعداد مسافران اتوبوس بگید ببینم چیه. پیوسته آریان خان، پیوسته یعنی این که آفرین، کمی گسسته است. هر جا تعداد اومد کمی گسسته است. آریان پیوسته یعنی این که شما اگه یه عدد، مثلا میگم وزن یه شخصی 60 کیلوه، وزن یکی دیگه 61 کیلوه،
شما توی محاسباتتون ممکنه به جای شخصی برسی که وزنش بشه 60.5، یعنی بین این دوتا قرار بگیره. متوجهی؟ پس میشه پیوسته، یعنی 60.5 میگیره، 64 هم میگیره، 65 صدم هم میگیره. اما در مورد تعداد مسافران اتوبوس نمیتونیم این حرفو بزنیم. مثلا به شما میگن تعداد مسافران این اتوبوس چنده، اتوبوس اول 40 تا مسافر داشته باشه، اون یکی 39 تا، نمیتونی اتوبوسی داشته باشی که 39.5 تا مسافر داشته باشه. پس اینا گسستن. گسسته یعنی اعدادش جدا از همه، پیوسته یعنی اعدادش چسبیده به همه. پس میشه کمیه گسسته. آفرین. رنگ موی افراد بگید ببینم چیه. رنگ موی افراد رو بگید بچه‌ها. کیفی بودنش که آفرین، کیفیه، چون عدد نمیتونیم بهشون بدیم که مثلا چقدر میتونه باشه. حالا کیفیه اسمیه یا کیفیه ترتیبیه؟ حسین کیه؟ کیم جون اون که بچه با اسمای خودتون بیایید بگیرم اتون پوستتون کندست بدونم کی هستید. کیفیه اسمیه یا ترتیبیه بچه ها رنگمو؟ شما احتمالا جوونید و استفاده نمی کنید، نمی دونید. کیفیه میتونه ترتیبی باشه. چرا؟ چون مثلا براش درجه، برای رنگمون درجه وجود داره دیگه، مثلا میشه درجه فلان درجه فلان. اگه اونا رو بگیریم کیفی ترتیبیه. اما اگه رنگ رو مثلا جدا جدا در نظر بگیری، مثلا رنگ نمیدونم آبی و قرمز و بنفش و سبز، اینا میشه کیفی اسمی. ولی اگه اون نوعش رو هم در نظر بگیری میشه کیفی ترتیبی. حالا هر جفتش میتونه باشه یه جورایی، هر جفتش رو میتونه. میگم بستگی داره چی رو در نظر میگیرید، چون خودش حالا فعلا کیفی ترتیبی در نظر میگیریم. خب بعدی شدت زلزله چیه بچه‌ها؟ شدت زلزله بچه، شدت زلزله، فرنود شدت زلزله رو داری میگی؟ شدت زلزله کمیه، آفرین، چون میتونیم بهش عدد بگیم. حالا پیوسته است یا گسسته؟ گسسته نیست دیگه. حسین کی هستی تو؟ حسین گسسته نیست. ریشتری که بهش داده میشه شدت زلزله، نمیگیم 4-5-6، میتونه 4.5، 4.2، 4.3. پس میشه کمیه پیوسته. گنجایش آب یک پارچ کمیه پیوسته است، چون هر عددی میتونه بگیره بینشون. طول عمر یک لامپ اینم معلومه، میتونیم عدد بهش بدیم. پیوسته یا گسسته؟ میتونه پیوسته باشه. جمعیت یک شهر کمی بودنش شکی نیست، گسسته یا پیوسته؟ بچه جمعیت گسسته است یا پیوسته است بگید. کمیه، گسسته است جمعیت. آفرین. تعداد مکالمات تلفنی یک شرکت چی؟ هر جا صحبت از تعداد شد کمیه، گسسته است. خب بچه ها امیدوارم که خسته نشده باشید و تمرین های این فصل رو هم انجام بدید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.